لطفاً لایک و کامنت خود را همکنون بگذارید. خانوم، قرارمون که یادت نرفته. معلومه که یادم نرفته عزیزم. بذار اول شاممونو بخوریم، بعد شروع میکنیم. به به، عجب بوی غذایی میاد. شاممون حاضره؟ قربونت برم پسر گلم، تا تو دستاتو بشوری شامم حاضر میشه. من که دستام تمیز پدر. تمیز نیست پسرم، چند دقیقه پیش خودم دیدم که دستاتو توی خشتکت کرده بودی. باشه پدر جون، من میرم بشورم. خیلی شام خوشمزه‌ای بود، از هر دو تا تو ممنونم. پسرم اگه دوست داری بازم برات بذارم. نه پدر جان، خیلی ممنونم، شرمندم میکنید. پسرم جانم، مادر جان برو بخواب دیگه، فردا کلی کار داری. یا چشم مادر جان، میرم بخوابم. شبتون بخیر. آخه داری چی کار میکنی شام؟ عشقم دارم کمرمو گرم میکنم دیگه، میخوام که یه وقت وسط کار کمرم نگیره. میخوای منم کمرمو گرم کنم؟ نه عشقم، دیگه وقت نداریم، بهتره که شروع کنیم. پس برو که رفتیم. آخ جون، ای بابا، زلزله شده باز. چه زلزله های عجیبی میاد، یه پس لرزه بیاد بعدش تموم میشه. بخوابم بخواب. بابا چه بگیر نگیر داره امشب. حالا یه بار دیگه امتحان میکنم. عجب. آخیش، شب خیلی قشنگی بود خانوم. قابل تو رو نداره عزیزم، یادت باشه فردا اون سرویس طلاییو که میخواستم واسم بگیری. بله؟ ای خدا، بذارم چقدر ناز خوابیده. سلام پدر جان، شما اید؟ آخ ببخشید، واقعا شرمندم، زمان از دستم خارج شد. همین الان میرم نون بگیرم پدر جان. این چه حرفیه پسرم؟ مگه من مردم؟ دور از جونتون پدر جان. صبونه چی دوست داری واسه بگیرم عزیزکم؟ صبونه؟ اگه میشه یه دور تافتون خیلی بزرگ بگیرید، فقط پدر حواستون جمع کنید که یه وقت این کنارهاش خمیر نباشه. با یه دونه کره بادام زمینیه 98%. خیالت راحت باشه پسرم، تو بخواب خیلی خسته ای. چشم پدر جان. از شب تا صبح داشتی کلاف میزدی پسرم، انگشتات خیلی خسته شده عزیزکم. آخش، چقدر خوبه که شما اینقدر خوب منو درک میکنید پدر جان، تمام سرانگشتانم داره درد میکنه. بخواب پسرم بخواب. کافی چطوره پسرم؟ عالیه پدر جان. میگم شما چند وقتی میشه که اخلاقتون خیلی خوب شده، توجه کردین؟ پسرم من که یه دونه پسر بیشتر ندارم که. خدا رو شکر که ازمون راضی پسرم. میدونید مادر جان، دوستم بگه که باباش همیشه خوش اخلاقه. اون واسه اینه که مادر دوستت هر شب. واه عزیزم، چی داری میگی جلوی بچه؟ منظورم اینه که هر شب غذاهای خوشمزه‌ای واسه شوهرش درست میکنه. خانم بیا دیگه. الان میام عزیزم، بذار اول این ظرفا رو بشورم. خدایا دارم دیوونه میشم دیگه. خانم. بله چیه؟ داره خوابم میگیره ها. ده بیا دیگه. آخه چقدر زود خوابت برد عزیزم. واه چقدر بی‌ادب شدی. یا چرا امشب همه چیز ساکته؟ چرا هیچ سر صدایی نمیاد؟ بذار برم ببینم چه خبره. آخه امشب مثل که هیچ خبری نیست. خدا فردا رو به خیر کنه. ای پسر احمق. پدر جان با من این؟ معلومه که با تو هم، به درد نخور. لنگ ظهر شده، چقدر میخوابی؟ لنگ ظهر شده؟ پدر جان ساعت هنوز 7 نشده. ساکن، بلند شو برو نون بگیر. پدر جان من برم نون بگیرم؟ من خسته با دیشب داشتم کالاف میزدم، دیفیکالتیش هم خیلی هارد بود. بله؟ هیچی بگم یعنی چند تا نون بگیرم دقیقا پدر جان؟ 20 تا نون میگیری، پولش هم خودت میدی. میگم پدر جان
امروز کافی نداریم نه؟ من گوه بخورم واسه این تو کافی درست کنم. واه عزیزم، این چه طرز صحبت کردنه؟ ساکت، یه کلمه دیگه صحبت کن تا بفرستم تو خونه بابات. چی؟ همین که شنیدی؟ پدر جان، میگم حالا میشه اول صبحانه‌مون رو بخوریم بعد بریم سراغ حکارای طلاق؟ صبحانه تو توی محل کارت میخوری پسرم. محل کارم؟ آره پسرم، تا دو دقیقه دیگه اوستا میاد در خونه و میری تا ظهر آجر میندازی بالا. پدر جان، من کالاف بازی میکنم و گشتم درد بگیره، چجوری برم سر ساختمون هی آجر بندازم بالا؟ این خونه رو هم میخوام بفروشم، بهتره که هر دوتون دنبال یه سرپناه باشید. عزیزم فکر کنم همه اینا به خاطر رفتار دیشب هم باشه. دوست داری الان بریم توی اتاق؟ نه خیر، نیازی نیست، من امروز با نسترن قرار دارم. چی؟ نسترن؟ خدای شکرت، قرار یه نامادری مهربان داشته باشم.